با سلام و شب شما بخیر. به خبرهای این ساعت طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. هشدار ارتش آمریکا بر طالبان. یک جنرال ارتش آمریکا در افغانستان میگوید که علت اصلی تن دادن طالبان با آتش‌بس سه روزه وارد شدن فشارهای نظامی بر این گروه بود. تا زمانی که طالبان به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان و تمدید آتش بس راضی نشوند، ما به آماج قرار دادن کانالهای درآمدهای غیرقانونی این گروه در هر بخش ادامه خواهیم داد. تلفات سنگین کودکان در افغانستان. آمارهای یک گزارش سالانه سازمان ملل نشان می‌دهند که از این میان بیش از 3170 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. سازمان ملل متحد بیش از 21000 خشونت را در برابر کودکان در سال 2017 در جهان مشخص کرد. نگرش ها و رفتارهای جنسی جوانان در افغانستان. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نتایج پژوهش را زیر نام پلورالیسم جنسی، گذار به بزرگسالی، نگرش ها و رفتارهای جنسی جوانان در افغانستان پخش کرد. جوانانی که ما با آنها صحبت کردیم بسیار تاکید داشتن به اینکه خلأ آموزش جنسی را در زندگی روزمرهشان احساس میکنند. و جا گرفتن نام پاکستان در فهرست خاکستری فتح. این کار پس از پیشنهاد ایالات متحده آمریکا و با پشتیبانی بریتانیا، فرانسه و آلمان از این پیشنهاد انجام شده است. من صدف امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ارتش ایالات متحده هشدار می‌دهد که اگر طالبان با گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان تن ندهند، فشارهای نظامی به ویژه حمله‌های هوایی بر این گروه ادامه خواهند یافت. یک جنرال ارتش آمریکا در افغانستان می‌گوید که یکی از علت‌های اصلی تن دادن طالبان با آتش بس سه روزه وارد شدن فشارهای نظامی بر این گروه بود. در آستانه پایان آتش بس یک جانبه حکومت با گروه طالبان، معاون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان به طالبان هشدار می‌دهد. تا زمانی که طالبان به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان و تمدید آتش بس راضی نشوند، ما به آماج قرار دادن کانالهای درآمدهای غیرقانونی این گروه در هر بخش ادامه خواهیم داد. آشکارا بگویم که عملیات ما پیکار با مواد مخدر نیست، بل بر بنیاد راهبرد جنوب آسیا هدف از آن از بین بردن منابع درآمد طالبان است. این جنرال آمریکایی که مسئول عملیات‌های هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان است، می‌گوید که در چند ماه اخیر 154 موضع طالبان را بمباردمان کردند و به ارزش 45 میلیون دلار به این گروه زیان رسیده است. آنان یعنی طالبان باید درک کنند که گفتگوهای صلح بهترین گزینه برای آنان است. ما فشار نظامی را از زمستان و بهار گرفته تا کنون ادامه دادیم. تا پیش از آتش بس اخیر ما 154 هدف طالبان را نابود کردیم. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات های مشترک نیروهای آمریکایی و نیروهای دولتی افغانستان در قطع منابع مالی طالبان اثرگذار بودند. در سه ماه گذشته از 200 عملیات زیادتر برای از بین بردن مواضع دشمن، وسایط دشمن، پرسنل دشمن و فابریکاهایی که اینها را تمویل میکنه ما انجام دادیم. اما طالبان حمله های هوایی ایالات متحده را اثرگذار ندانستند و ادعا کردند که در شماری از این حمله ها غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. ارزش یک دلار آمریکایی در بازارهای کشور امروز از مرز 73 افغانی نیز گذشت.
در درازای یک هفته پسین ارزش افغانی در برابر دلار بیش از 1.5 افغانی کاهش یافته است. شورای صرافان و شماره از آگاهان امور اقتصادی آنچرا که سیاست‌های اشتباه‌آمیز بانک مرکزی می‌گویند از علت‌های اصلی کاهش بی‌پیشینه ارزش افغانی در برابر دلار و بی‌ثباتی افغانی عنوان می‌کنند. طلوع نیوز در دو روز پیاپی نتوانست که دیدگاه بانک مرکزی را در این باره به دست آورد. حتی نانی که می خوریم و آبی که می نوشیم نیز با دلار خریده می شوند. مردم با افزایش ارزش دلار ناگزیر هستند که افغانی بیشتر برای خرید این کالاها هزینه کنند. اما پول بیشتر از کجا شود؟ محمد قاسم کارمند وزارت صحت عامه 5 سال است که ماهانه 7500 افغانی حقوق می گیرد. در درازای این 5 سال ارزش یک دلار از 50 افغانی به بیش از 73 افغانی رسیده است. ما زودتر از این کالا بخریم، مواد خوراکه بخریم، مرد روغن بخریم، یا همی اطفال خود ما مکتب میره قلم و قرطاسیه و باکس و مکتب و کالا از زیر ما تامین کنیم. از وقتی که همی دلار بلند رفته و فروشات ما هم کمتر شده. شورای صرافان کشور میگوید که با گذشت هر روز دلار خزانه دولت کمتر می شود و گردش پول کشورهای همسایه بیشتر می گردد. این همه در کنار واردات بیش از حد، نامنیها، مشکلات سیاسی و قاچاق دلار به کشورهای همسایه باعث کاهش روزافزون ارزش افغانی می شوند. با گفته این شورا احتمال دارد که وضع تحریم‌های ایالات متحده بر ایران و جا گرفتن پاکستان در فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی جهان قاچاق دلار را بیشتر سازد. مخکې مې په اوتا کې درې ځلې ډالر خرڅول، اوس یې دا دوه ځلو ته راوستله ده، دا اکشن یې دوه ځلو ته راوستله ده. مخکې مې هجوم و مقدار بیخي زیات و، اوس یې هم مقدار کم شوی ده. شمار از آگاهان امور اقتصادی میگویند که این کار سرمایه گذاری ها را کاهش میدهد و دولت را نیز در هزینه هایش با محدودیت های مالی روبرو میسازد. مثال یک کسی به قیمت 250 هزار دلار سرمایه گذاری کرده، وقتی که دلار قیمت میره این 250 هزار دلار از این تبدیل میشه به 300 هزار دلار. اینا مکلف هستند که اول 300 هزار دلار را پوره بکنن بعد به نفع بیاندیشن. با گفته این آگاهان کاهش ارزش افغانی فقر و بیکاری را در کشور بیشتر خواهد ساخت. اداره مرکزی احصای نزدیک به دو ماه پیش اعلام کرد که یک بررسی که در سال 1395 هجری خورشیدی انجام شده بود نشان می‌دهد که 54.5% از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. از آن زمان تا کنون بر ارزش یک دلار در حدود 10 افغانی افزوده شده است. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای خانفضل حدوال، معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان با ما هستند. آقای حدوال سلام بر شما، ممنون از حضورتان به برنامه. از علتهای عمده و اساسی کاهش افغانی در برابر دلار را شما چی عنوان میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما و سلام به بیننده‌های تلویزیون شما. خلاصه اگر بگویم نرخ تبادله افغانی نرخ حقیقی نیست، یک نرخ مصنوعی است و سالهای سابق به نرخ مصنوعی پیش می رود. بعد از سقوط نظام طالبان در 2001 وقتی که نظام نو آمد و نظام اقتصادی افغانستان تغییر خورد، پول نو بر افغانستان یا بر بازار افغانستان ارزش شد و پول سابق از بین برده شد. پول نو به حذف 3.0 و به نرخ بین 46 و 47 در مقابل دلار تعیین گردید. اما او وقت بحث هم سریزی بود که افغانستان یک نظام مالی گسترده را نداره تا بتانه نرخ تبادله یا ارزش حقیقی افغانی را تعیین کنند. و در این وقت ما یک مملکت وارداتی استیم، تمام اقتصاد افغانستان سر واردات استوار است. پس چه قسم بتانیم که این نرخ ما بتانیم ثابت نگه داریم؟ فیصله این شد که ما یک رای مصنوعی را پیاده کنیم تا او وقت که بتانیم نظام حقیقی مالی افغانستان سر پای خود استاد شود. و ای بوده که با کمک های خارجی که خوشبختانه او وقت به افغانستان کمک ها شروع شد، ورود اسعار باندازی بوده که از وارداتی که افغانستان میکرد از ممالک بیرون باندازی زیاد بوده و ما میتونستیم که نرخ تبادله افغانی بین 46-47 یا همون نرخی که افغان ها یا مردم افغانستان توانایی پرداختی زوره داشته باشه، چون مال تمام مال یا اجناس از بیرون
وارد میشه و اینا به توانایی پرداختی و اجناس و خدمات داشته باشند. از این خاطر ما گفتیم که یک نرخ مصنوعی تا که نظام مالی افغانستان و نظام اقتصادی افغانستان سر پای خود استاد میشه، ما باید از این استفاده کنیم و اون نرخ مصنوعی بوده که ما او اثار یعنی خلاص دلار را به بازار عرضه کنیم و پول اضافی را از بازار جمع کنیم و نرخ ثابت نگه داریم تا این نرخ با اساس اقتصادی وارداتی افغانستان استوار باشه. بله. اما در پالوی زی این تصمیم گرفته شده بود که ما به شکل تدریجی همو زیربنای اقتصادی اساسی افغانستان را باید بسازیم و سرش کار شوه. مثلا ما باید اقتصادی حقیقی افغانستان که نرخ تبادله را تعیین کنه، زیربنایش در افغانستان ساخته شوه که عبارت از بازار ثانوی، نشر اسناد بهادار و ذخیره اجباری و غیره و غیره که در سالهای ابتدایی ما توانستیم حداقل زیربنا را به دست بیاریم. مثلا او وقت توانستیم که بانک های تجارتی در افغانستان بیاید که سابق نداشتیم. بله. بانک های خصوصی در افغانستان ایجاد شد. بانک مرکزی چرا نتونست اون برنامه هایی را که حداقل شما طراحی کرده بودین او را عملی کنه و حداقل ثابت نگه بداره نرخ دلار را و به گونه ای از افزایش که حالا در افغانستان پیدا کرده جلوگیری صورت بگیره؟ بر پیاده شدن این طور نظام ها طبیعی است که یک پلان اساسی کار است. پلان اساسی سالها را در بر میگیره. یکی از مشکلاتی که ما در بانک مرکزی همیشه می داشتیم و تغییر رهبری بانک مرکزی بسیار به زودی میشد و او پلانی که در اوج طرح‌ریزی میشد و پلان ها میماندن. از این خاطر و حتی ما شاهد بعضی چیزایی هستیم که هنوز هم پلان ها مانده و به جای خود نرسیده. برنامه درست مشخص وجود نداره که با تغییر افراد اشخاص این برنامه هر از گاهی باید تبدیل شود؟ من فکر میکنم که من قبلا هم خدمتتون عرض کردم که برنامه که در سال 2001 و 2002 گرفته شده بود او باید نظر ثانی صورت بگیره. سریزو باید بحث شود که آیا ما هنوز هم با مون نیازمندی های و ضرورت هایی که در او سال هایی داشتیم هنوز هم با مون نیازمندی های و ضرورت ها احتیاج داریم و یعنی وضعیت افغانستان تغییر کرده و زیربنای افغانستان تغییر کرده و ما راههای دیگه را در بر بگیریم تا نرخ تبادله ثابت بشه. اشاره کنین که حالا راه بیرون رفت چیست؟ بهترین راه بیرون رفت چیست که ما زیربنای اساسی اقتصادی افغانستان را باید بسازیم و ویسته که ما بازار ثانوی افغانستان را باید بسازیم. ما باید اسناد باداری حمایوی برای نرخ تبادله افغانستان و بازار عرضه کنیم، چی اسلامی باشه و چی غیر اسلامی باشه. سپاسگزارم. آقای خان افضل هدوال، معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان. و ادامه خبرها. در یک سال گذشته در جنگ و برخوردهای مسلحانه بیش از 10,000 کودک در جهان کشته و زخمی شدند. آمارهای یک گزارش سالانه سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که از این میان بیش از 3,170 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. در گزارش آمده است که در سال گذشته 207 کودک در حمله‌های پیچیده انتحاری گروه‌های طالبان و داعش در افغانستان کشته و زخمی شدند که یک افزایش 34 درصدی را در مقایسه با سال پیش نشان می‌دهد. اما این گروه‌ها در این باره به گونه رسمی چیزی نگفتند. سازمان ملل متحد از افزایش 10% تلفات کودکان در بخش‌های جنگ‌زده جهان از جمله یمن، سوریه، افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، عراق، سودان جنوبی و میانمار در سال 2017 میلادی خبر می‌دهد. از جمله بیش از 10,000 کودکی که در بخش‌های جنگ‌زده کشته و زخمی شدند، 861 کشته و 2,318 کودک زخمی از افغانستان هستند. سازمان ملل متحد بیش از 21,000 خشونت را در برابر کودکان در سال 2017 در جهان مشخص کرد. سازمان ملل گزارش های موثق دارد که نشان می دهند از این میان بیش از 10,000 رویداد کشته و زخمی شدن کودکان را در بر می گیرند. بر بنیاد این گزارش در سال 2017 861 کودک در افغانستان کشته و 2,318 کودک دیگر زخمی شدند. مسئول 1,384 تلفات طالبان و داعش و مسئول 721 تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و تلفات 27 کودک به موشک پراگنی های مرزی در افغانستان پیوند داده شده است. بیشتر متوجه از این هستیم که تلفات ملکی خصوصاً
همو اطفال افغانستان که آیندگان جامعه ما هستند باید محافظت شوند. سازمان ملل متحد میگوید که در این سال طالبان 40 کودک، گروه داعش 60 کودک و نیروهای ارتش و پلیس 23 کودک را همچون سرباز یا کمک کننده در فعالیت‌های امنیتی استخدام کردند. دفتر حمایت اطفال از حکومت افغانستان و همچنان طرفهایی که در گیر در جنگ هستند خواهش میکنه و ازشان تقاضا میکنه که تمام تلاش خود به خرج بدن که تا اطفال در افغانستان در جریان جنگ و در جریان درگیری محفوظ باشند. در گزارش آمده است که تا دسامبر سال 2017 171 کودک دیگر افغان به اتهام‌های مربوط به امنیت ملی در افغانستان در بازداشت بودند. تا لحظات دیگر، بامیان میزبان دومین جشنواره دنبوره در حاشیه این جشنواره دو روزه نمایشگاه‌های نیز برگزار خواهند شد. هم توجه کنید به خبر که همین اکنون به دست ما رسید. گزارش ها می رسانند که عزیز الله کاروان فرمانده قطعه سفریک پکتیکا در کابل کشته شد. منابع به طول نیوز می گویند که او امروز در یک حمله مسلحانه در کابل کشته شد و طالبان ادعای کشتن او را تایید کردند. اما پلیس کابل می گوید که درگیری لفظی میان اعضای دو خانواده در پارک فردوسی مکریان کابل به درگیری مسلحانه منجر شد که یک زن کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. عزیز الله از فرماندهان مشهور بود که از چندین حمله طالبان پیش از این جان سالم به در برده بود. ترور او از سوی منابع رسمی تایید نشده است. بامیان فردا جمعه میزبان دومین جشنواره دنبوره خواهد بود. در این جشنواره 11 گروه سازهای فولکلوری و محلی برنامه های اجرا خواهند کرد و در حاشیه این جشنواره دو روزه نمایشگاه های نیز برگزار خواهند شد. مقام ولایت بامیان میگوید که آنان آماده پذیرایی از 20,000 مهمان از بهر شرکت در این جشنواره هستند. آوازخوانان و نوازندگان موسیقی اصیل افغانستان به ویژه موسیقی محلی بامیان در این جشنواره حضور می یابند. گروه سلسال با 7 عضو از نوازندگان و آوازخوانان دختر از اجرا کنندگان دومین جشنواری دنبوره در بامیان هستند. گروه های موسیقی مشترک مردان و زنان نیز در این جشنواره موسیقی اجرا خواهند کرد. هفت نفر هستیم گروه ما، دیگه دختر خانم هست، یکی از خود دختر خانم هست زیر بغلی می نوازه، خودم دایره زنگی هست، دیگه دنبوره و غیچک می نوازیم. دیگه تقریبا 3 سال میشه که گروه موسیقی ما به فعالیت آغاز کرد. تمامی این گروه ها همکنون برای اجرا در جشنواره به روزهای جمعه و شنبه در حال آمادگی گرفتن هستند. قرار است که دومین جشنواره دنبوره فردا که تاریخ 8 و پس فرداش تاریخ 9 سرطان است در همین جا در پارک مقابل مقام ولایت بامیان برگزار شود. به دلیل مسئولیت بیشتر اشراک کنندگان در این جشنواره و چیزی را که مقام های محلی بامیان میگه همیست که اینا آمادگی برای پذیرایی از 20,000 اشراک کننده را به این جشنواره دارند و حالا دیده شود که فردا چه شمار به این جشنواره اشراک خواهد کرد و به احتمال زیاد بیشتر از این اشراک کننده ها به این جشنواره را هم جمعیت خود بامیان و ولایت های نزدیک به وی تشکیل خواهد داد. گروه هنری نوای غلغله هست، گروه هنری سلسال هست، گروه نوای باران هست، همین رقم سایر گروه ها هست. 5 گروه تا فعلا فوق العاده آماده هست. از روزی که ما آمدیم برشان تمرین دادیم، فردا اول برنامه هست، انشاءالله دیگه شروع میکنیم. با شما و بیننده ها و شنونده های کجا دوستای کجا حضور دارن شاید خود بدین انشاءالله. نخستین جشنواره دنبوره سال پار در بامیان برگزار شد که با استقبال گرم روبرو گردید. ما نیاز داریم که خانم ها کنار مرد ها یک جای بخوانند و نقش اصلی را خانم ها داشته باشند. و در بخش سوم که اینا گفتن که برنامه در شب نرسه، ایگا برنامه قابل قدر میدانیم و من کوشش نهایی خود انجام دادیم که برنامه را تا در عصر برگزار کنیم و در عصر تمام شد.
در کنار اجرای موسیقی، نمایشگاه های از صنایع دستی زنان و نمایشگاه های نقاشی نیز شامل این جشنواره خواهد بود. تا لحظات دیگر، نگرش ها و رفتارهای جنسی جوانان در افغانستان. ادامه خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی روی نامه‌ای کار می‌کنند تا به کنگره آمریکا بفرستند و خواهان پایان بخشیدن به جنگ افغانستان شوند. رهبر این حرکت می‌گوید که در این نامه از کنگره آمریکا خواسته خواهد شد تا معضل جنگ افغانستان را در اولویت کارهایش قرار بدهد و راه برای پایان دادن به این جنگ پیدا کند. اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهی دومین روز است که در برابر سفارت آمریکا در کابل شعارهای صلح‌خواهانه سر می‌دهند و بر پایان دادن به جنگ در کشور تاکید می‌ورزند. انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان نتایج پژوهش را زیر نام پلورالیسم جنسی، گذار به بزرگسالی، نگرش‌ها و رفتارهای جنسی جوانان در افغانستان پخش کرد. مسئولان این نهاد پژوهشی می‌گویند در حالی که داشتن دانش چگونگی برقراری روابط جنسی یکی از مسائل مهم و حیاتی جوانان است، بیشتر جوانان کشور از این آموزش‌ها بی‌بهره بودند و تا حرف زدن در باره روابط جنسی را شرم‌آور و گناه می‌دانند. تا لحظات دیگر، هشدار ایران به ایالات متحده آمریکا. رئیس جمهور ایران به ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که آمریکا را به زانو در خواهد آورد. حسن روحانی می‌گوید که دولت ایران با وجود فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا کوتاه نمی‌آید و با پیکارهایش در برابر آمریکا همچنان مصمم باقی خواهد ماند. این در حالی است که پیش از این برخی از چهره‌های سیاسی ایران خواستار کنارگیری آقای روحانی از ریاست جمهوری ایران شده بودند. پیش از این مردم ایران از بحر رکود اقتصادی این کشور دست به تظاهرات گسترده زدند و خواستار کنارگیری رئیس جمهور ایران شدند. و این هم چند گزارش کوتاه از جهان. پلیس فرانسه 10 تن را به ظن تلاش برای حمله بر مسلمانان این کشور بازداشت کرده است. در میان بازداشت شدگان یک زن و یک افسر پلیس بازنشسته نیز هستند. این در حالی است که در سالهای اخیر برخوردهای خشونت آمیز در برابر مسلمانان در فرانسه سه برابر شده است. در حمله های هوایی ارتش سوریه بر بخش های جنوب غربی این کشور یک شفاخانه از کار باز مانده است. این شفاخانه در بخش های زیر اداره مخالفان حکومت سوریه قرار دارد. اما نیروهای سوریایی تلاش دارند تا مقاومت مخالفان را در هم شکنند. در یک آتش سوزی در شهر نایروبی پایتخت کینیا، کم از کم 15 تن جان باختند و بیش از 70 تن دیگر زخم برداشتند. این آتش سوزی که در یک بازار پر رفت و آمد رخ داده است، زیانهای هنگفت مالی را نیز به بار آورده است. هنوز علت این آتش سوزی روشن نیست، اما بررسی ها در این باره آغاز شدند. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت طلوع سپاسگزارم. شبتان بخیر، خدا نگهدار. و ما در طلوع نیوز نگاه دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. هشدار ارتش آمریکا بر طالبان. یک جنرال ارتش آمریکا در افغانستان میگوید که علت اصلی تن دادن طالبان به آتش بس سه روزه وارد شدن فشارهای نظامی بر این گروه.
تلفات سنگین کودکان در افغانستان آمارهای یک گزارش سالانه سازمان ملل نشان می‌دهد که از این میان بیش از 3170 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. نگرش‌ها و رفتارهای جنسی جوانان در افغانستان، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نتایج پژوهش را زیر نام پلورالیسم جنسی گذار به بزرگسالی نگرش‌ها و رفتارهای جنسی جوانان در افغانستان پخش کرد. و جا گرفتن نام پاکستان در فهرست فتح، این کار پس از پیشنهاد ایالات متحده آمریکا و با پشتیبانی بریتانیا، فرانسه و آلمان از این پیشنهاد انجام شده است. گروه جهانی تماس آمادگیش را برای کمک به روند صلح افغانستان اعلام کرد. نمایندگان بیش از 90 کشور و سازمان‌ها در نشست امروز گروه جهانی تماس در پایتخت آذربایجان اعلام کردند که رسیدن به صلح و امنیت در افغانستان و فراتر از این کشور وظیفه مشترک همه آنان است. اعضای گروه جهانی تماس خواستار برگزاری به موقع و شفاف انتخابات پارلمانی در افغانستان نیز شدند. بیش از 90 کشور و سازمان که اعضای گروه جهانی تماس هستند، به روز پنجشنبه در شهر باکو پایتخت آذربایجان اوضاع افغانستان را بررسی کردند. در این نشست معاون وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرد که گروه جهانی تماس به کمک به پایان دادن به جنگ در افغانستان علاقمند است. لابی های منطقه و بین المللی خود هم بکنیم تا اینکه به او کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم در پروسس افغانستان اخلال میکنن فشار وارد بکنیم. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، اکرم اقبلواک رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد و ملیحه احسن عضو کمیسیون مستقل انتخابات به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت کردند. اگر هر کشوری بخواهد که منفعت خود جداگانه جستجو بکند در داخل افغانستان، از آدرس صلح و امنیت و نشست های مختلف هم اگر صورت بگیره، بازم رسیدن به اون نقطه که خواست مردم افغانستان یک مقدار مشکل خواهد بود. در این نشست گروه جهانی تماس اعلام کرد که برگزاری به موقع و شفاف انتخابات در افغانستان به تقویت ثبات در این کشور کمک میکند. نو در هر څه زه بهترین د افغانستان ولس خپل او د افغانستان ولس مشر او د افغانستان د طالبانو د اسلامي امارات مشر د دوی خپل په میانس کې کېدل سجد سولي جورجالي ته ورسیږي. گروه جهانی تماس در سال 2009 میلادی برای کمک به روند صلح و ثبات در افغانستان و منطقه ایجاد شد. نام پاکستان رسما در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی گنجانیده شد. این کار پس از پیشنهاد ایالات متحده آمریکا و پشتیبانی بریتانیا، فرانسه و آلمان از این پیشنهاد انجام شده است. گنجانیدن نام پاکستان در فهرست خاکستری سبب انزوای سیاسی و اقتصادی این کشور خواهد شد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که اگر پاکستان بعد تعهداتش برای پیکار با راس‌افغانی عمل نکند، وضع این کشور بدتر از این خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی در نشست در شهر پاریس فرانسه رسما نام پاکستان را در فهرست خاکستری جا داد. این اقدام به دلیل پشتیبانی مالی پاکستان از گروه های هراس افغان انجام می شود. پیش از این دیپلمات های پاکستانی تلاش کرده بودند تا مانع گنجانیدن نام پاکستان در این فهرست شوند، اما این تلاش ها نتیجه در پی نداشتند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری می کند که پاکستان به آنچه که تعهد کرده است عمل کند. ما امیدوار هستیم که پاکستان با آنچه که تعهد در مورد جامعه جهانی داشته عمل بکند. در غیر از او خاکستری نه که به لیست سیاه داخل خواند شد. چرا؟ دفاع و حمایت از تروریسم دنیا را به چالش میکشه، دنیا را به تهدیدات مواجه میسازه. بنابراین باید پاکستان عملا در مبارزه علیه تروریسم ما و دنیا را همکاری بکنه. اما گنجانیدن نام پاکستان در فهرست خاکستری چه پیامدهای بر امنیت افغانستان دارد؟ مزه فکر کوم د افغانستان د امنیت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره او د ټولو چارو لپاره د ډیرو مهم او ډیرو ښه اقدام دی.
با گنجانیدن نام پاکستان در فهرست خاکستری، روابط بانک‌های پاکستان با بانک‌های دیگر جهانی سخت صدمه خواهد دید. این در حال است که قرار است انتخابات پارلمانی در پاکستان در سال روان میلادی برگزار شود و این کار چالش‌های را در برابر روند انتخابات نیز به میان خواهد آورد. پاکستان همواره از سوی افغانستان، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر به پشتیبانی از هراس افغانی متهم بوده است، اما این کشور این اتهام‌ها را نمی‌پذیرد. امسال 3500 تن بادام در ولایت سمنگان تولید خواهد شد. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که در حال حاضر بر گستره 25000 جریب زمین باغ‌های بادام وجود دارند و احتمال دارد که امسال حاصلات بادام در این ولایت افزایش یابند. این مسئولان تاکید می‌ورزند که بادام از بازارهای مناسب در داخل و بیرون از کشور برخوردار است و از همین رو بیشتر باغداران می‌کوشند که باغ‌های بادام ایجاد کنند. وزارت زراعت آبیاری از احتمال افزایش حاصلات بادام در ولایت سمنگان خبر می‌دهد. بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت آبیاری، امسال در ولایت سمنگان 3500 تن بادام تولید خواهد شد. این رقم سال گذشته به 3000 تن می‌رسید. مسئولان وزارت زراعت آبیاری می‌گویند که بادام بازار خوبی دارد و بیشتر باغداران می‌کوشند که باغ‌های بادام را در کشور ایجاد کنند و امسال این نهاد نیز بر گستره 1000 جریب زمین باغ‌های بادام را ایجاد می‌کند. بلند پیش بینی میشه که نسبت به سال گذشته حدود 500 تن تولیدات بادام در ولایت سمنگان افزایش بیابه. بادام به آب کم نیاز داره نسبت به سایر میوه‌جات، نسبت به سایر نباتات. به این لحاظ دیاقین و باغداران در ولایت سمنگان علاقه‌مندی بیشتر برای گسترش باغ‌های بادام در ولایت داره. در این حال شماره از آگاهان امور اقتصادی میگن حکومت باید در کنار افزایش فرآورده های باقی در کشور در بخش پروسس و بسته‌بندی میارین فرآورده ها نیز کار کند تا زمینه های بیشتر صادرات این فرآورده ها به ویژه بادام به کشورهای بیرونی فراهم شود. بعد از اینکه فرآورده های باغدار به ثمر میرسه ای به شرکت های دیگه، فابریکاجات دیگه که مسئولیت بسته‌بندی از ایره داره، مسئولیت پروسس از ایره داره، میتونه زمینه شغل و زمینه کار برای هموطنان ما ایجاد کنه. به گفته وزارت زراعت آبیاری، در حال حاضر بر گستره 25000 جریب زمین باغ‌های بادام در ولایت سمنگان وجود دارد. در چارچوب برنامه میثاق شهروندی امسال 6000 پروژه توسعه‌ای در بخش‌های گوناگون کشور عملی می‌شوند. وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که از آغاز سال 1397 با مزرعه تا اکنون کار بیش از 2000 پروژه آغاز شده است و نیز کار 1000 پروژه دیگر نهایی شده است که به زودی آغاز خواهند شد. این نهاد برای عملی سازی پروژه ها در این سال 12 میلیارد افغانی در اختیار دارد. این پروژه ها ساخت جاده ها، ساخت آبراهای آبیاری، آموزش و پرورش، رسانیدن خدمات بهداشتی، پیشرفت اقتصادی و توسعه صنایع را در بر می گیرند. برنامه ملی میثاق شهروندی که جایگزین برنامه همبستگی ملی شده است، قرار است در سه بخش در درازای 4 سال عملی شود و تمامی ولسوالی های کشور را زیر پوشش قرار دهد. در چارچوب این برنامه تا سال 2020 میلادی بیش از 650 میلیون دلار در 12000 روستای کشور هزینه خواهد شد. در سال 1397 قرار است در چارچوب این برنامه 6000 پروژه توسعه عملی شود و تا کنون کار عملی بیش از 2000 پروژه در سراسر کشور آغاز شده است. بیشتر از 2600 پروژه هم در حال اجرا از همین لحظه در حال عملی شدن هست. با توجه به گرافی که ما در نظر داشتیم و میاره که برای سال 1397 در نظر داشتیم، ما حتی از همون میارهای خودم پیش هستیم. در این حال شماره از آگاهان امور اقتصاد میگویند که برنامه میثاق شهروندی یکی از بزرگترین پروژه های حکومت برای کاریابی و عملی سازی پروژه های بزرگ برای بهبود زندگی شهروندان کشور است و باید از روند عملی سازی پروژه های این برنامه نظارت جدی شود. پروژه ها باید یک شغل دائمی و باثبات ایجاد کنه که میثاق شهروندی شغل دائمی و باثبات را ایجاد نمیتونه. اصل قصه اندم اینجاست، اصل مشکل اندم است. دلیلش این است که اول وزرا با برنامه های اقتصادی سیاسی برخورد میکنن. برنامه های اقتصادی باید دراز مدت طرح شوند، مخصوصا در بخش زیربناها. به گفته وزارت احیا و انکشاف دهات، در بخش نخست برنامه میثاق شهروندی 8000 پروژه توسعه عملی میشود و این نهاد بودجه کافی نیز در اختیار دارد.
یک سرباز پلیس در بدخشان که ادعا می کند یک ولسوال نامنهاد طالبان را کشته است و توانسته است که از یک حمله این گروه فرار کند، از امنیت خود و خانواده‌اش نگران است. برهان الدین سرباز پلیس در ولایت بدخشان می گوید که برای رخصتی به خانه‌اش در ولسوالی ارگو رفته بود، پس از آن یک فرمانده محلی طالبان را کشت و یک تن دیگر آنان را زخمی نمود که به گفته او بر خانه‌اش آنان حمله کرده بودند. او می افزاید که پس از کشتن و زخمی کردن دو طالب از صحف فرار کرد و نیز جسد طالب کشته شده به دست نیروهای امنیتی افتاد. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می دهد. این سرباز برهان الدین نام دارد و باشنده ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان است. برهان الدین از 7 سال به این سو همچو سرباز پلیس در یکی از حوزه های شهر کابل ایفای وظیفه میکند. او ادعا میکند که یک ولسوال نامنهاد طالبان به نام نام الدین را پس از آن کشت و یک طالب دیگر را زخمی کرد که 5 طالب شبانگام بر خانه اش حمله کردند. دو بجه شب بود تقریبا یکم 100 مقصد درگیر شدیم هم دار. خانه خودت از دیگه چقدر دور است؟ تقریبا یکم 50 متر دور است. باز قومی اومدن؟ قومی اومدن، مقصد همجا قومی اومد دفاع کرد، دیگه اینا فرار کرد رفت. برهان الدین میگوید که خانهش در جای ناامنی ولسوالی ارگو است. ما میخواییم که مقصد دولت کمک کنه. دولت کمک کنه به ما. چی خطر است بخدا؟ خب خطر است که فامیلم خطر است، خودم خطر است، جانم خطر است، فامیلم خطر است، ما دیگه دای وطن گذران کردن نمیتونیم. حرکت مردمی در مقابل طالبان ایجاد شده و این خودش نشان میده که حرکت مردمی در صدد از بین بردن طالبان به نفع دولت و به نفع حاکمیت حکومت است. اما فرمانده پلیس بدخشان کارکرد این سرباز پلیس را استقبال میکند و میگوید که جسد ولسوال نامنهاد طالبان که از سوی این سرباز کشته شده است به دست نیروهای امنیتی افتاده است. درگیری یک شب اهالی منطقه بختی شاه با کمک برهان الدین برآمده بودند. سر از یک کسی از طالبا به نام انعام الله فرزند عبدالعزیز مسکونه ولسوالی خاش چه بدخشان که این خودش ولسوال نامنهاد طالبا بود کشته شده که جسدش را بردنتون سر بدن موجه مانده. تا اکنون طالبان ادعا این سرباز پلیس را درباره کشته شدن یکی از ولسواله های نامنهاد این گروه تایید نکردند. شمار از دانشجویان دانشگاه کابل در اعتراض به افزایش فیس بخش شبانه این دانشگاه در برابر این دانشگاه گرد آمدند. این دانشجویان میگویند که وزارت تحصیلات عالی فیس هر دانشجوی بخش شبانه دانشگاه کابل را از 3000 به 7000 افغانی افزایش داده است، اما دانشجویان توان پرداخت این فیس را ندارند. در این حال وزارت تحصیلات عالی تنها دانشجویان را که تازه به این بخش آمدند مکلف به پرداخت این فیس میداند. دانشجویان دانشگاه کابل هستند. در برابر وزارت تحصیلات عالی گرد آمدند تا صدای اعتراضیشان را از بهر آنچه که افزایش فیس دانشگاه میگویند بلند کنند. با بلند بردن فیس دانشگاه مانع جوانان از آموزش نشوند. این دانشجویان بلند رفتن فیس دانشگاه را از سوی حکومت غیرقانونی می‌خوانند و می‌گویند که حکومت باید زمینه تحصیلات عالی رایگان را به آنان فراهم کند. روز قبل ما با جناب رئیس پانتون کابل دیدیم. رئیس پانتون کابل چند موضوع مشخصه برای ما گفت که آید پانتون کابل پایین آمده، یعنی آید ندارن. به خاطر از اینکه آید پانتون کابل بالا بره، ما مجبور هستیم که فیس پانتون کابل را چیکار کنیم؟ بالا ببریم. و به خاطر از این ما میتونیم از محصول پانتون کابل استفاده کنیم. موږ د هغه پانتون معیارونه ته وګورو له صفر سره ضرب دي. هلته چې استاد ته ولاړ شئ او نور شانې وګورئ، نارځي چې څوک وزره فیس ورکړي. که چېرې موږ د دولت مامورین یو او ټول معاش ماته زره سي او له هغه وزره افغانۍ موږ فیس ورکړو، هېڅکله نه شو کولی چې دا ځوانان له تحصیل څخه برخمن شي. دانشجویان میگویند که چون توان پرداخت فیس بلند به دانشگاه را ندارند، آنان از ادامه آموزش محروم میشوند. ما حمایت قانون اساسی را با خود داریم. در ماده 43 ماده قانون اساسی تا درجه لیسانس در موسسات تحصیلات عالی دولتی حق ما است که از طرف دولت تامین میشد و اینا با این مکتوب خود در اصل ماده قانون اساسی را نقض کردند. خیر. این جوانان در نتیجه اعتراضهایشان توانستند تا مسئولین وزارت تحصیلات عالی را به بیرون برای پاسخگویی بکشند.
کسایی که فعلا محصول برحال از بخش شبانه در تمام پانتونای افغانستان اینا 4000 است یا 3000 افغانی که فیس است، امیر تا وقتی که فارغ نشده این فیس میپردازه. محصولینی که بعد از این بخیر وارد برنامه شبانه میشه این مقرره به تصویب به صلاحیت وزارت تحصیلات عالی نیست برادر. سال پار نیز وزارت تحصیلات عالی تصمیم گرفت تا فیس بخش شبانه را بلند ببرد که این تصمیم واکنش های دانشجویان را نیز در قبال داشت. پس از میان برنامه کوتاه چند گزارش ورزشی داریم. شبتان بخیر، خدا نگهدار. در این رقابت ها که به هدف هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر امروز از فدراسیون ملی بایسکل‌رانی آغاز و در ولایت پروان به پایان رسید، 50 پسر و دختر شرکت نبوده بود که در بخش پسران مسعود امیری بعد از رکاب زدن 65 کیلومتر اول، محمد حنیف دوم و احمد میرزایی بر سکوی سیومی استاد. قابل ذکر است که رقابت های دختران به گونه نمایشی در شهرک معلولین برگزار کردید. هفته بسیج ملی است به خاطر برنامه کزی بوتانم جوانای ما از مواد مخدر روی بگردونن به طرف ورزش برن بیان و یک گام خوب بر جوانا باشم. دغه ورزش کارندی چې د صلح پیام یو زیت صلح پیام وړي یو خواته مواد مخدر فروزه مخ کې وړي، ام دغه ځوانان دي چې خپل هیواد تا اغه لاس راوړنې او اغه مین او محبت زیاتې په خپلو کې چې به هر لاري نه. هدف اشتراک ما د مسابقات دی است که ما به مردم پیام رسانی باشیم که از مواد مخدر استفاده نکنن. در پایان این رقابت ها یک روزه که به همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر برگزار گردیده بود، برای برندگان جوایز نیز داده شد. برزیلی ها بازی را بهتر از صبرستانی ها شروع کردند و نیمار و کوتینیو آماده تر از دیدارهای قبلی برزیل نشان می دادند. نیمی اول با مالکیت 68% برزیل دنبال می شد و در دقیقه 36 روی پاس فوق‌العاده فلیپ کوتینیو فرار به موقع پاولینیو دروازه صبرستان برای بار اول باز شد و نیمی اول این دیدار با نتیجه 1-0 به سود برزیل خاتمه یافت. در نیمه دوم سربی ها که چاره به جز حمله نداشت بسیار بهتر از رقیب نامدارشان بازی را آغاز کردند و بارها دروازه برزیل را تهدید کردند، اما در دقیقه 68 بازی روی کارنل ارساری نیمار تییاگو سیلوا دروازه صبرستان را برای بار دوم باز کرد تا برزیل با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین روحی دور بعد شود. نیمی اول مسابقه از آنجا که دو تیم شانس صعود داشتند و با توجه به نتیجه دیگر بازی همزمان از این گروه بسیار با احتیاط بازی می کردند و بیشتر توپ و میدان در اختیار آلمانی ها بود و کره جنوبی نیز بر روی ضد حملات خطرناک نشان می دادند، ولی دو تیم با نتیجه تساوی برکن رفتند. نیمی دوم را آلمان هجومی آغاز کرد، اما برخلاف جریان بازی تیم ملی کره جنوبی در دقیقه 93 موفق شد توسط کمیو جی با توپ که به پای تونی کروس خورده بود به کمک تکنولوژی جدید گل اول خود را به ثمر برساند، اما این پایان بازی نبود و در یک صحنه ای که نویر دروازه را خالی گذاشته بود و مانند تمام بازیکنان تیم حمله می کرد و سون موفق شد در دقیقه 96 گل دوم کره جنوبی را وارد دروازه خالی آلمان کند تا اولین شگفتی جام رقم بخورد و مدافع عنوان قهرمانی نتواند از مرحله گروهی صعود کند. در چند دقیقه ابتدایی سویدن بازی بهتر ارائه داد، ولی کم کم این مکزیک بود که کنترل بازی رو در دست گرفت، اما هیچ تیم موفق نشد در این نیمه گل به ثمر برساند و در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید. نیمه دوم با برتری سویدن آغاز شد و آنها موفق شدند در دقیقه 50 توسط اگوست تیرسن به گل برسند، اما این پایان کار نبود و سویدنی ها یک بار دیگر در دقیقه 62 موفق شدند از روی نقطه پنالتی
توسط گران گوست به گلبرتن. پس از گل دوم سویدن مکزیک سروپا حمله شد و سویدنی ها در استفاده از ضد حملات دست بالایی داشت. این روند خیلی زود برای سویدنی ها نتیجه داد و آنها در دقیقه 74 روی ضد حمله توسط ادوسن گل به خودی بازیکن حرب به گل سوم رسیدند و بازی با نتیجه 3-0 به پایان رسید. کولومبیایی ها جام را خوب شروع نکرد. بعد از سود نسبت آسان به جام جهانی این تیم در اولین گام خود به ژاپن بازی را واگذار کرد. در بازی دوم آنها با یک بازی فوق‌العاده 3-0 پولند را شکست دادند و لواندوسکی و تیمش را راهی خانه کردند. آنها حال برای سود به 3 امتیاز کامل این بازی احتیاج دارد. در مقابل سنگال فراتر از انتظار ظاهر شد. آنها تیم چندان مدعی برای سود از این گروه محسوب نمی شد. اما در گام اول پولند را با نتیجه خوب بردند و تا آستانه شکست دادن ژاپن هم پیش رفتند. اما گل دقایق پایانی ژاپنی ها از این اتفاق جلوگیری کرد. سنگال با یک تساوی هم می تواند به دور بعد صعود کند. در چند دقیقه ابتدایی سویدن بازی بهتر ارائه داد، ولی کم کم این مکزیک بود که کنترل بازی رو در دست گرفت. اما هیچ تیم موفق نشد در این نیمه گل به ثمر برساند و در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید. نیمه دوم با برتری سویدن آغاز شد و آنها موفق شدند در دقیقه 50 توسط اگوست تیلسن به گل برسند. اما این پایان کار نبود و سویدنی ها یک بار دیگر در دقیقه 62 موفق شدند از روی نقطه پیناتی توسط گران گوست به گل برسند. پس از گل دوم سویدن مکزیک سروپا حمله شد و سویدنی ها در استفاده از ضد حملات دست بالایی داشت. این روند خیلی زود برای سویدنی ها نتیجه داد و آنها در دقیقه 74 روی ضد حمله توسط ادوسن گل به خودی بازیکن حرب به گل سوم رسیدند و بازی با نتیجه 3-0 به پایان رسید. این دو تیم تا کنون دو بار با یک دیگر روبرو شده اند که هر دو بازی را ژاپن پیروز شده است. ژاپن در 5 بازی اخیر خود در برابر تیم های اروپایی در جام جهانی 4 بار موفق به گلزنی نشده است و تنها گل آنها در پیروزی 3-1 برابر دنمارک به ثمر رسیده است. تنها تقابل پولند با یک تیم آسیایی در جام جهانی در سال 2002 بوده است که در مرحله گروهی 2-0 به کوریای جنوبی باختند. گل کوسک هوندا برابر سنگال او را به نخستین بازیکن ژاپنی تبدیل کرد که در 3 جام جهانی مختلف گلزنی کرده است. پولند تلاش می کند جام را با 3 شکست ترک نکند، زیرا هیچگاه چنین اتفاق پیش از این رخ نداده است. ژاپن به جز جام جهانی 2002 که بدون شکست از مرحله گروهی صعود کرد، 3 بازی متوالی بدون شکست را در جام جهانی تجربه نکرده است. پولند از جام جهانی 1986 و پیروزی 1-0 برابر پرتغال دیگر موفق به کلینشیت نشده است. آنها در 23 بازی 10 گل دریافت کردند و در مقابل ژاپن در جام جهانی 2018 4 گل به ثمر رسانده است. فقط در جام جهانی 2002 بود که آنها بیش از این 5 گل به ثمر رساندند. پانامایی ها در 2 دیدار قبلی خود نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و در بازی اول خود مقابل بلژیم 3-0 شکست خورد و در دیدار دوم خود هم با نتیجه سنگین 6-1 از انگلیس مغلوب شد. این در حال است که نمیتوان با این تیم خورده گرفت، چرا که به 2 قدرت بزرگ اروپا هم گروه بودند. در مقابل تونسی ها به مانند حریف خود در 2 دیدار قبلی خود با نتایج 2-1 از انگلیس و 5-2 از بلژیم شکست خورده. برخلاف پانامی ها انتظارات از تونس بسیار بالا بود و یا حداقل از این تیم انتظار 1 امتیاز در 2 بازی قبلی را داشتند. 2 تیم که بدون امتیاز در انتهای جدول 4 تیمی قرار دارند می تواند حداقل در این دیدار امتیاز به دست بیارند تا دست خالی از روسیه بر نگردند. بدون شک 2 بازیکن 2 تیم که در دیدارهای قبلی به خوبی کار کردند، فلیپ پالایو از پاناما و وهبی از تونس هستند.
هر دو تیم تا به اینجای کار از آماده ترین های جام جهانی بودند. تیم ملی انگلیس توانسته با درخشش فوق ستاره خود هر دو بازی را برنده از میدان خارج شوند. هری کین آقای گل فیلی جام جهانی فوق العاده بوده است و 5 گل به ثمر رسانده. انگلیس در جدال با بلژیم باید خط هافک قدرتمند این تیم را مهار کند تا بتواند خود را بر بازی مسلط نماید. تیم ملی بلژیم یکی از تیم های بوده است که با بازی منسجم و هجومی خود را به عنوان مدعی نشان داده است. این تیم پرستاره می تواند با تکیه بر درخشش و عملکرد بازیکنان با کیفیت و فوق ستاره خود هر تیم را از دم تیغ بگذراند. البته این دو تیم تا به این جای محک جدی نخوردند و این بازی عیار هر دو تیم پرستاره را تعیین می کند و نشان می دهد که آیا می تواند کیفیت خود را تا انتهای جام جهانی حفظ کند یا فقط یک هیجان زود گذر هستند که در بازی های ساده توانستند نتایج خوب کسب کند.